سرخط خبرها. کاهش شدید سود غول کشتیرانی جهان به علت حملات یمنی ها. حمله هوایی آمریکا و انگلیس به شمال غرب یمن. هشدار عربستان به اسرائیل درباره حمله به رفح. خط و نشان جانشین فرمانده کل سپاه برای اسرائیل و خونسا شدن تلاش برای حمله به کاروان نتانیاهو. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک غول حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد که سودش در 3 ماهه اول سال جاری میلادی به علت حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ و تغییر مسیرهای دریایی به شدت کاهش یافته است. این شرکت اعلام کرد به علت حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و اجتناب از رفت آمد در این مسیر دریایی با کاهش سود سالانه مواجه شده است. در 3 ماهه نخست سال 2024 سود خالص مرسک 177 میلیون دلار بود و با 13% کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 12 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید که از پیشبینی‌های تحلیلگران مالی اندکی کمتر است. با این حال این شرکت دورنمای فعالیت‌های اقتصادی خود را برای کل سال افزایش می‌دهد و علت آن را نیز افزایش تقاضا و افزایش نرخ‌ها و هزینه‌ها اعلام کرده است که پیامدهای ناشی از اختلالات در زنجیره تأمین کالاها از مسیر دریای سرخ است. حمله هوایی آمریکا و انگلیس به شمال غرب یمن. رسانه‌های یمن شامگاه پنجشنبه از حمله هوایی آمریکا و انگلیس به شمال شهر سعده و به استانی به همین نام در شمال غرب یمن خبر دادند. شبکه المیادین لبنان نیز به نقل از منابع خود این حمله هوایی را تایید کرده است. هنوز از تلفات و خسارت‌های احتمالی این حمله خبری منتشر نشده است. هشدار عربستان به اسرائیل درباره حمله به رفح. شبکه کان اسرائیل گزارش داد که عربستان درباره هر گونه حمله اسرائیل به رفح به این رژیم هشدار داده و اعلام کرده هر گونه حمله زمینی به رفح مانع عادی سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو خواهد شد. این منبع آگاه همچنین مدعی شد که ریاض به تل‌آویو اعلام کرده که هر گونه حمله نظامی به رفح باعث دور شدن عادی سازی روابط با عربستان می شود. شبکه کان اسرائیل به نقل از این منبع سعودی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد در صورت حمله به رفح که ریاض را از توافق دور می کند، عربستان به چشم کشور خائن دیده خواهد شد. این منبع تأکید کرد که در صورت عدم تشکیل کشور فلسطین، عربستان نمیتواند روابط خود را با اسرائیل عادی کند و ریاض نمیخواهد جایگاهی را که نزد کشورهای اسلامی دارد از دست بدهد. خط و نشان جانشین فرمانده کل سپاه برای اسرائیل. سردار علی فدوی امروز گفت 7 ماه جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه دارد و در این 7 ماه جنگ در غزه 92 کشور دنیا حرفهایی را زدند که امام راحل در سالهای انقلاب درباره این رژیم صفاک و کودک‌کش صهیونیستی زده بود. وی با بیان اینکه چه افتخاری بالاتر از اینکه ملتی به پا خیزند و با مستکبران و جنایتکاران عالم مقابله کنند اظهار کرد باید خودمان وسط میدان باشیم و خودمان باید مؤثر واقع شویم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد جنگ بین حق و باطل دائمی و همیشگی است و شیطان از خداوند مهلت گرفت تا بندگان خداوند را یک لحظه راحت نگذارد و انسانها را به دنبال خود بکشاند. او با بیان اینکه شیطان بزرگ آمریکا دائم به شکست‌های خود در مقابل ایران اسلامی اعتراف کرده است خاطر نشان کرد مردم ما پایداری، صبر و استقامت دارند و این را باید ادامه بدهیم تا همه مشکلات حل شود و اگر ما به تکالیفمان ادامه بدهیم دست نصرت خداوند را خواهیم دید. سردار فدوی با بیان اینکه ما امروز به جایی رسیدیم که می توانیم خبیثان عالم را تنبیه کنیم تصریح کرد از روز اول جنگ غزه آمریکایی‌ها فرماندهی جنگ را بر عهده گرفتند و هنوز هم هستند و اگر برخی کشورهای این رژیم کودک‌کش را همراهی نمی‌کردند حتما تا الان این رژیم کودک‌کش امروز نبود
وی افزود این اقدامات در غزه علیه جبهه متحد شیطان بزرگ انجام شد و فقط جبهه حق میتواند چنین عمل کند. وی ادامه داد یکی از تبلورهای خاص باطل همین درست کردن رژیم غیرقانونی اشغالگر و کودککش اسرائیل است برای اینکه تضمین کننده منافعشان باشد. او با اشاره به عملیات وعده صادق عنوان کرد با وجود اینکه امپراتوری شیطان بزرگ و غرب تمام تلاشش را برای سانسور همه جانبه این عملیات انجام داده، اما عالم متوجه شد و فیلم‌ها و تصاویر زیادی از این تنبیه پرقدرت توسط مردم بیرون آمد و این عظمت بزرگ جمهوری اسلامی است. اگر دشمن باز هم از این خباثت‌ها بکند، دوباره اقدام بسیار بزرگتر علیه آنها انجام خواهیم داد. چند خبر کوتاه. شبکه 12 اسرائیل اعلام کرد پلیس این رژیم فردی را به ظن تلاش برای حمله به کاروان بنیامین نتانیاهو در تل آویو بازداشت کرده است. بلومبرگ گزارش داد ترکیه روابط تجاری خود با اسرائیل را به تعلیق درآورد. آمریکا میگوید ایران در حال دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت است. و سازمان ملل میگوید 7500 تن مهمات منفجر نشده در سراسر نوار غزه باقی مانده است.